به درس نهم دیالوگ دموکراتیک خوش آمدید. خاطرتون هست که در درس های هفتم و هشتم دو مرحله یه دیالوگ رو رول تسهیل کنندگان، اهداف تسهیل کنندگان، چالش هایی که باش روبرو هستن و راهکارها و چاره ها راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم که دو مرحله دیگر هم هست و همه اینها برای یک اجلاس دیالوگ است. دیالوگ هایی هستند که فرایند طولانی تری دارند، می پردازند به مسائلی با ابعاد مزمن تاریخی و احتیاج به اجلاس های مختلف دارند. بین این اجلاس ها هم کارهایی باید کرد، بعد از این اجلاس ها هم برای پیگیری و استمرار کار باید کارهایی کرد. اما مقدم بر همه اینها یک مرحله آمادگی هست، مرحله‌ای که تسهیل کنندگان دیالوگ طرحی را که تهیه کردند که در درس‌های خیلی پیش در مرحله طراحی بهش پرداختیم رو جلوشون می‌ذارن و شروع می‌کنن برای آماده کردن محیط دیالوگ و شرکت کنندگان دیالوگ برای اینکه آمادگی کافی رو برای اجلاس داشته باشن، آمادگی فکری ذهنی از زاویه صحیح روحی وارد بشن. اول باید بگیم که این نقشه که در مرحله طراحی تعیین شده وحی منزل نیست. همیشه در جریان یه دیالوگ چیزهای غیر قابل پیش بینی رخ میده، درست مثل سفری یه جایی آدم نقشه راه رو داره، تو ماشین نشسته داره میرونه، ولی یه جایی تصادف میشه، یه جایی جاده رو کندن، راه جدیدی هست. خیلی قابل پیش بینی نیست که چه چیزهایی ممکنه در جریان یه دیالوگ اتفاق بیفته. آمادگی این باید باشه که تغییرات لازم، بازنگری در اون طرح انجام بشه. اما با این حال نفس اون عمل طراحی خیلی مفیده برای آمادگی بیشتر فکری همه، اول تسهیل کنندگان، بعد برای آماده سازی شرکت کنندگان. و اون فکری، اون تعمق و تفکری که خوابیده بود پشت اون طراحی، استدلالی که مبنای تصمیم هایی بود که در شکل دادن در معماری اون طرح به وجود اومده بود، خیلی کمک میکنه، آمادگی میکنه، ذهن رو آماده تر میکنه برای اینکه تغییرات لازم رو بده بدون اینکه راه رو گم بکنه. اینه که همه اونها رو باید در خاطر نگه داشت و دائم تغییراتی که رخ میده رو با طرح مبنا مقایسه بکنن و جاهایی هم که لازم هست نقطه خروج رو از تغییرات و برگشتن به طرح اصلی راهش رو باز نگه دارن. به خاطر دارید که وقتی که چارت مراحل مختلف آماده سازی و طراحی یه دیالوگ رو راجع به صحبت میکردیم، بازنگری و ارزیابی یک ستونی بود که در طول تمام این مراحل هست و به صورت مستمر شکل میگیره و تغییراتی در هر مرحله از طراحی و پیاده کردن یه دیالوگ صورت میگیره. سیال بودن و غیر قابل پیش بینی بودن دیالوگ، مواجه شدن باهش، نوآوری، فکر جدید، تحول در طرح، همیشه در امتداد این ستون عمودی بازبینی و ارزیابی در حال شکل گرفتن و فعل و انفعال با مراحل دیالوگ هست. پس تکرار میکنم،
مداخله سریع و به موقع تسهیل کننده، بازگشتش و تغییر تاکتیک ها، بازاندیشی راجع به پیشفرض ها و ابداع راهکارهای تازه، اینا در دینامیکس یک پروژه دیالوگ دموکراتیک همیشه منظور میشه. اما قبل از نشست کارهای روتینی وجود داره، کارهای معمولی وجود داره که شاید به نظر مهم نیاد ولی واقعا باید با دقت اجرا بشه. مثلا دعوتنامه‌ای که میره برای شرکت کنندگان، دستور کار پیشنهادی که مبنای تعامل همفکری با شرکت کنندگان میشه برای اصلاح اون دستور کار پیشنهادی، برای اینکه نتیجه نهایی دستور کاری باشه که همه احساس بکنن درش مشارکت داشتن، این خیلی مهمه و نظرشون منظور شده. در پی اون پیگیری و تماس شخصی با فرد فرد شرکت کنندگان که فقط اکتفا به یک دریافت یک مکتوب نباشه، یه رابطه مثبت در حین این تماس شخصی برقرار بشه، رابطه با شرکت کنندگان نه فقط به عنوان یک فرد بلکه در ارتباط با رول اون فرد در دیالوگ. در این مرحله هم هست که تسهیل کننده احساس بهتری پیدا میکنه راجع به که این شرکت کننده خاص چه رولی رو در این دیالوگ باید بازی بکنه، البته به عنوان نماینده هر گروه فکری یا سازمانی که هست اون رول دیگری است، ولی مثلا در پرسش و پاسخ ها، در تاکتیک های مختلفی که در جعبه ابزار صحبت ها شده و خواهد شد، چه استفاده خاصی میشه از این شرکت کننده کرد، چه ظرفیت هایی داره. امور لوجستیکی، امور مهمانداری، تنظیم وسایل ارتباطات، وسایل سمی بصری، رسانه‌ای برای کامپیوتری، برای خود اجلاس و محیط کارش. چهارم، مرور کردن برنامه ها با شرکت کنندگان، بخصوص اونهایی که رولشون ایجاب میکنه که از ابزار خاصی استفاده بکنن و برای عرضه و نمایش کار خودشون یا برای ایفا کردن رولهای خاصی، پرسش و پاسخ، به چه ابزاری استفاده دارن، یه تمرینی بکنن که درست مثل یه تئاتر همه آماده ایفا کردن رول خودشون باشن، اون جاهایی که طراحی دقیق شده از قبل. بعد مرور این برنامه با کارگزاران تکنیکی و مسئولین خدمات کنفرانس، اگر کارگاه فکری جزء مراحل این اجلاس پیش بینی شده، یه تمرینی راجع به اینی که رول ها چی هست، چگونه بازی بکنن، یه سناریو نویسی خیلی مقدماتی یا ابتدایی برای این کارگاه، آخرش باید باز باشه البته، ولی آمادگی برای نتیجه گیری که کارگاه به نتیجه خاصی برسه. انتخاب مکان برای اجلاس گاهی اوقات یک اهمیت فوق‌العاده سیاسی پیدا میکنه. در درس های اولی گفتیم که دیالوگ هایی که شکست خوردن برای اینکه مکان نشست اول غلط بود، احساس بیطرفی و اعتماد در همه شرکت کنندگان به وجود نیامد. برای این بیطرفی بعضی از دیالوگ ها جاهای مختلف اجلاسشون داشتن، مثلا در یک کشوری مثل دیالوگ در ماریتانی
مجبور بودن یه اجلاس رو شرق بذارن، یه اجلاس رو غرب، یه اجلاس رو جنوب، برای اینکه همه احساس بکنن در خانه خودشون هم این دیالوگ شکل گرفته. محیط دیالوگ باید مناسب باشه، فاصلش با شهر یا جاهای دیگری که ممکنه مورد توجه شرکت کنندگان باشه باید مناسب باشه. مثلا در کنفرانس های اتحاد برای همبستگی در اولین نشست که میزبانش بنیاد اولف پالمه بود، یه جای خیلی دوری از شهر بود که نمایندگان احزاب که افراد حزبشون آرائشون حضور سنگینی دارن در شهر استکهلم دائم در دسترس نمایندگان نباشن. خیلی نمایندگان یه دو روزی راحت باشه، لازم نباشه ساعت به ساعت برن بیرون حساب پس بدن و تحت تاثیر احتمالاً عکس العمل های منفی شکاک آرای خودشون قرار بگیرن، بتونن با آسایش خیال دور یه جای دور افتاده ای تمرکز پیدا بکنن روی پروژه تفاهم با سایرین. در حالی که در کنفرانس چهارم اتحاد برای دموکراسی که باز هم برگشته بود بعد از دو جلسه دیگر در شهرهای دیگر به استکهلم، حالا اون نگرانی اونقدر نبود، برای اینکه پخته تر شده بودن با هم، همچین توی یه دیگ جوشیده بودن، نزدیکتر شده بودن. ولی اهمیت این داشت که اهمیت سمبولیک جایی که درش نشسته بودیم، این که در پارلمان سوئد و همون جایی که نمایندگان پارلمان سوئد میشینن در یک آخر هفته ای دو جلسه برگزار شد که تو اون یکی از شرکت کنندگان میگفت میبینی الان در مجلس در ایران دارن نگاه میکنن، ما نشستیم روی صندلی نمایندگان یکی از پیشرفته ترین دموکراسی های دنیا و ارزش سمبولیک این خیلی زیاد هست. در مثلا کنفرانس دیالوگ دموکراتیک در نپال که برای تهیه مقدمات یک قانون اساسی جدید بود، مسائلی که پیش می آمد که خیلی اهمیت منطقه‌ای داشت در همون منطقه ها اجلاس مختلف رو می ذاشتن که همه ابعاد مشکلی که پیش رو بود خانه خودشون رو هم سهیم ببینن در تدوین قانون اساسی جدید. بعد از این ملاحظات راجع به مکان اجلاس، روی آماده سازی شرکت کنندگان برای تنظیم، تدوین و تفهیم قواعد بازی، این قواعد بازی خیلی مهمه از قبل روش کار شده باشه. یکی از دلایل اینکه الان میپردازیم به این بعد از اینکه دو مرحله اول دیالوگ رو راجع به صحبت کردیم این هست که در مرور اون چالش ها روبرو شدیم با اینکه چقدر تأکید روی تعیین از پیش قواعد بازی مهم هست برای حل مشکلات، برای تقلیل ایجاد حالت های سرگردانی، برای اینی که همه احساس بکنن یه نقشه راهی وجود داره، قبل فکر شده، فعل بداهه یه قواعدی پیشنهاد نمیشه، تفهیم شده، توجیه شدن، جا افتاده، اینها روش توافق شده، دلهورشون کمتر میشه، جلوگیری میکنه از این که به بیراهه بزنن، به گریزهای مخرب بزنن و کمک میکنه به اینه که اعتماد سازی بیشتری بشه. همه اینها با در نظر گرفتن پیش بینی هایی که شده راجع به مشکلات در راه رسیدن به یه توافق، این قواعد رو شکل میده. و اتفاقا در جریان تدوین این قواعد و پیش بینی ها است که بعضی از مشکل های بعدی روشنتر هم میشه، اجازه این رو میده که قدری از قبل کار بشه روشون، کمک بشه برای مرتفع کردنشون وقتی که به اون مشکلات میرسیم.
و به هر حال وقتی که یه توافق نسبی با شرکت کنندگان در تنظیم این قواعد شکل گرفت، شاید میتونه این قواعد به صورت یه قرارداد ضمنی و گاهی اوقات حتی سریع به صورت یک مکتوب که صحه گذاشتن روش شرکت کنندگان و به عنوان قواعد بازی قابل قبول قرار گرفته. و لیست های موجود هست با بهره گیری از دیالوگ های مختلف که میشه از این لیست ها استفاده کردید کدومشون میخوره به قواعد بازی لازم برای نوع دیالوگ خاصی که مطرح هست. در یک مدلی به نام حضور عام در فرایند صلح، هل ساندرز یه دیپلمات سابق آمریکایی که دیپلماسی و خدمت دولت آمریکا رو کنار گذاشت اصولا و فقط دیگه وقف کرد بقیه زندگیش رو به پرداختن به پیشبرد دیالوگ دموکراتیک، راجبشون صحبت میکنه. این لیست در دسترسه و میشه ازش استفاده کرد. لیست های دیگری هم هستن. یه مثالی رو هم راجع به قواعدی که ممکنه یه مثالی باشه، مصداقی باشه که در کنفرانس های اتحاد برای دموکراسی پیش آمد و این در اوج جنبش سبز بود. جنبش سبز هنوز در جریان بود. محسن مخملباف که نمایندگی آقای موسوی رو در خارج از ایران آن موقع داشت، راجع به یه قواعد خیلی ساده ولی بسیار قوی و پرثمر صحبت کرد. مثلا گفتش که تو قاعده خیلی ساده گفتش که هیچ که هویت دیگری رو تعریف نکن، بذارین هر کسی خودش خودش رو تعریف کن. دوم، به گذشته نپردازید، فقط تو فقط راجع به آینده صحبت بکن. به کجا میخوایم بریم؟ از کجا آمدیم و چی شده؟ شرح مصیبت ها رو کنار بذاریم. سوم، اگه 10 موضوع هست راجع به 9 تاش اختلاف نظر داریم ولی در 10 به توافق میرسیم، کار رو همون 10 شروع کنیم، معطل نشیم که حالا اون نقطه اولی چی شد. حالا این قواعد بازی که بسیار مهم هستن بیم به 4 دسته تقسیم بکنیم. قواعد اول، قواعد رفتاری، مثلا همون اصل اول مخمل باف مربوط به رفتاره. نیایم هی راجع به دیگری صحبت بکنیم، تو اینی تو اونی، شروع کنیم تعریف کردن دیگری، خودمون تعریف بکنیم فقط. عکس العمل نشان ندادن، اینی که تفهیم بشه ما اینجا برای تفاهم نشستیم، برای اینکه نظر دیگری رو بفهمیم، به خصوص در مرحله اول دیالوگ تا جا بیفته عکس العمل نشون ندین. گفته شدن اینی که طبیعی عکس العمل به وجود میاد، میبینین یه جوششی در درون آدم به وجود اومده اینا، ولی با آرامش بذارنش کنار، فقط گوش بدیم. اینجا جای آموختنه، جای بحث نیست، جای برد و باخت نیست. نظر من برنده بشه، نظر شما، کار اقنایی نیست. عقیده خودتون رو بیان کنید و قبول کنید که این عقیده شما رأی نهایی نیست، تمام داستان نیست. عقیده شما، سایران هم یه عقیده دارن، احترام داشته باشین، صبر داشته باشین، گوش کنید، سعی کنید بفهمین عقیده دیگری رو. و اینی که هیچ کدوم از این اصولی که مبنای این فکر شما بوده لایتغیر نیست، آیه قرآن نیست، قابل تحوله. نپرید شروع کنید تصحیح کردن دیگران رو، حتی اگر اشتباهی کرده زمان زمان اونو بزنید حرفشو بزنه، نوبت شما میرسه. نپردازید به ارشاد دیگران از بالا نگاه کردن. اینجا که نشستیم همه همسطح هستیم، چون مسئله برد و باخت نیست، مسئله تفاهمه. و حتی به عنوان دلسوزی و شور نپریم توی صحبت دیگری که بذاریم کمکتون بکنیم. کمک لازم نداره، بذاریم نطخش کور نشه،
صحبت خودشو بکنه. این قواعد رفتاری بود. بعد یه قواعد فرایندی هست، فرایند دیالوگ وقتی که پیادش میکنید مثلا شامل رول های مختلف شرکت کنندگان میشه که تحصیل کنندگان به دقت انتخاب میکنن قبلا که چه کسی چه رولی رو بازی بکنه. شخصیت بعضی ها مستعد تر هست برای نوعی از گره گشایی ها و در مراحل خاصی اون شخص رو وارد میکنن صحبت بکنه برای اینکه گره کورها باز بشه. وظایف و محدودیت های این رول ها قبلا باید تعیین بشه و قواعد حاکم به نوع و زمان و ترتیب مشارکت که به چه صورت تعیین میشه، این قواعد باید از قبل مورد قبول قرار گرفته باشه و همه آگاه باشن راجع بهش که در چه شرایطی میکروفون دست یکی میره به دست دیگری، دیگری حق صحبت پیدا میکنه، ترتیب شرکت کنندگان در این چی هست، حدود صغور و مشارکت. این هم که میکروفون دست یه نفر آمد برای این نیست که تمام دنیا هر چی میخواد صحبت بکنه، تنظیم اینی که راجع به چی میتونه در اون محدوده در اون زمان خاص صحبت بکنه و اختیارات مربوط به کم و زیاد کردن مشارکین. این یه چیز استاتیک نیست، در جریان یه دیالوگ گاهی اوقات لازم هست که افراد جدیدی وارد بشن در یه مرحله یا افرادی در مرحله باشن در مرحله بعدی نباشن و اینی که همه اینها از قبل تعیین شده باشه، همه بدونن که چه رولی رو دارن در چه مرحله ای و حدود صغورش چی هست و در چه وهله مشارکت نخواهند داشت چون موضوع مربوط به اونها نیست یا بر مبنای قرارهای قبلی که گذاشته شده. گاهی اوقات شروطی هست که مجبور هستن تحصیل کنندگان، شرط حضور بعضیا بوده، یه جوری باید با تدبیر و آرامش برای که مقبول واقع بشه این شرایط رو منظور بکنن در قواعد فرایندی یه دیالوگ. قواعد دسته سوم مربوط به کنترل اطلاعات و ارتباطات است. اول اطلاعات و ارتباطات در درون خود فرایند دیالوگ، چه جوری و در چه نقاطی اطلاع رسانی میشه راجع به پیشرفت دیالوگ، جمع بندی ها میشه، توجیهات میشه به عنوان یه مکسی در جریان دیالوگ برای اینکه بهره‌برداری بهینه از پیشرفت ها بشه، بستر مرحله آینده تعیین بشه و در بعضی از مقاطع برای اینکه توسعه یا تغییراتی که در برنامه لازم میشه. خاطرتون هست گفتیم که این یه کار زنده است و یه چیزای غیر قابل پیش بینی توش به وجود میاد که لازم هست تغییراتی داده بشه در فرایند دیالوگ. خب برای آماده کردن انسان همه برای این تغییرات باید اطلاع رسانی بشه، باید نتیجه گیری ها جوری ارائه داده بشه که توجیه بکنه این تغییرات رو. بعد مسائل مربوط به تدوین اسناد و گزارشات رسمی. خیلی اوقات رقابت هایی میشه، بعضی ها سعی میکنن تردستی بکنن، مسائلی رو بگنجونن، بعضی دیگه حساسیت دارن. خب تمشیت دادن به این کار خودش یه مهارت های خاصی رو لازم داره که اسناد و گزارشات رسمی که تهیه میشه مقبول همه واقع بشه و کمک بکنه به برهه‌ای وقت که هست، کمک بکنه به پیش رفته کار، نه اینکه تنش بیشتری رو به وجود بیاره. این خیلی تدقیق درش لازم هست برای اینکه در وهله اول مشکل اشراف داشتن به تمام حساسیت های شرکت کنندگان که بعداً به محض اینکه اسناد رو میبینن تحییر میزنن و ملتهب میشن. انتشار خبر به بیرون از محیط دیالوگ، چه کسانی میتوانن چه نوع اطلاعات رو منعکس بکنن، اینا خیلی باید دقیق
قاعده مند بشه. یه دفعه یه نفر میره خارج یه صحبتی میکنه که همه کار بقیه دیالوگ رو و روابطی رو که به زحمت ساخته شده رو به هم میزنه. روابط با رسانه ها این هم خیلی مهم است. رسانه ها بدونند در این دیالوگ ها چه رولی هستند. قواعدی هستند که شناخته شدند برای رول رسانه ها، مثل قواعد مثلا چتم هاست، مثلا در کدوم جلسات میتونن شرکت بکنن، کدوم جلسات محرمانه هستند، کدوم جلسات علنی هستند، به چه نتایجی باید رسید قبل از اینکه جلسات علنی وجود داشته باشه، رسانه حق شرکت درش داشته باشن، کجا حق شرکت پاسیف دارن، کجا میتونن بیان پرسش و پاسخ بکنن، ترتیب اون پرسش و پاسخ ها چی هست. گاهی اوقات لازم هست که یه سندی رد و بدل بشه با رسانه ها که راجع به این میتونین سوال بکنین، راجع به این نمیتونین سوال بکنین. البته اون آخرش میاد سوالای خودشو میکنه، ولی از قبل بدونه که اگه اون سوال کرد و جواب منفی شنید ناراحت نشه و شرکت کنندگان هم بدونن که وارد شدن به اون مسائل جزء مناطق ممنوع است. قبلا تعهد دادن که راجع به اون مسائل خاص صحبت نکنن و اگر کاملا بیرون میمونن تا دیالوگ به نتیجه برسه، مثل اون جلسه انتخاب دو پوپ در کلیسای کاتولیک که دود سفید یا دود سیاه باید بلند بشه، اینا خیلی حساسه در دیالوگ هایی که مسئله جنگ و صلح توش مطرح است، که دقیقا چه کسانی میتونن چه مطالبی رو ابراز بکنن و اعلام رسمی اجلاس از طرف کی هست، به چه صورتی. تأثیر کنندگان دیالوگ دقت خاصی دارن در این امور، برای اینکه میتونه تاریخ رو مثبت یا به صورت منفی بسازه. و همه این قواعد ارتباطات باید با توجیهات قبلی آماده سازی هم رسانه ها هم شرکت کنندگان از پیش باشه. گاهی اوقات هم صحبت غیر رسمی میشه، اجتناب ناپذیره بین رسانه ها و افراد شرکت کننده در دیالوگ، یا اونه که مربوط باشون هستن، در تماس باشون هستن و سعی میکنن که خبر رو کشف بکنن با تمهیداتی. و اینه که قاعده مند کردن تمام این ارتباطات، حتی ارتباطات کسی با دوست خودش یا همحزب خودش در خارج از محیط دیالوگ، برای نشر این اخبار راجع به دیالوگ با محیط خارج. و درخواست تعهدات قبلی برای محرمانه نگه داشتن و بها دادن، متعهد بودن به این قواعد، قدری تأکید لازم داره برای اینکه جا بیفته. اگر زود از روش بگذرند، گاهی ممکنه برداشت‌ها اونقدر عمیق نباشه که در عمل هم بهش شرکت کنندگان وفا بکنند.